برام یاد خدا، سلام، وقتتان بخیر، انشالله که خوب و سعادتمند باشین. بیننده دنیای ورزش هستین. سروش هستم، دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. در جریان هستیم که روز پنجشنبه و جمعه رقابت های آزاد اوپن تکواندو در ولایت غزنی میزبانی شد که به اساس اعلام تربیت بدنی در این رویداد بیش از 20 ولایت ورزشکاران شرکت کرده بودند که در 8 از مسابقاتش برگزار شد و همه موارد دیگر و جزئیاتی که باید پیگیر شویم. رقابت ها برای دومین بار بود که در غزنی برگزار می شد. سال پار همین رقابت ها برگزار شد. 8 چهره ای که به اساس گفته های آقای ترکی سرمربی تیم ملی، 8 وزن قهرمان شدن، کسانی که قهرمانی گرفتن مدال طلا به تیم ملی گزینش شدن. من فعلا در استودیو با خود استاد بادامگل سروری، عامر مالی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان با خود دارم. همچنان از طریق خط اسکایپ آقای سید باشتبا روحانی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات آزاد غزنی از ولایت غزنی با ما وصل هستند که بیشتر صحبت خواهد کردیم. ابتدا می خواهیم از آقای روحانی بشنویم که در پیوند با مسابقات صحبت بکنم. آقای روحانی سلام، وقت بخیر، بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. در مورد مسابقات غزنی لطفا بگین که چه رویداد بود و چگونه برگزار شد. سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما جناب استاد بادامگل سروری و تمام بینندگان تلویزیون آریانا. طبق معمول ما یک دور مسابقات داریم تحت نام مسابقات آزاد تکواندو ولایت غزنی که سال پار برگزار شده بود و امسال همچنان با اشتراک 20 تیم و 20 ولایت در این مسابقات حضور پیدا کرده. درست، در این رویداد شما ورزشکارانی که شرکت کرده بودند در 8 وزن، من که گفتم درست است یا که اشتباه نگفته باشم، چرا که همون گونه به من گزارش داده شده بود؟ دقیقاً 8 کاتگوری وزنی در مسابقات تکواندو وجود داره و در این مسابقات هم در 8 وزن اشتراک ورزیده بود. چطور بود سطح مسابقات و سطح رقابت ها؟ چرا که شما هم ورزشکاران از ولایت داشتین، هم از خود غزنی و هم از مرکز؟ مسابقات بسیار با سطح بالا برگزار شد و خوشبختانه ولایت غزنی، یعنی فدراسیون تکواندو ولایت غزنی، دارای سیستم الکترونیکی است که ما مسابقات با استفاده از سیستم الکترونیکی برگزار کردیم و سطح مسابقات، یعنی دقیقا میشه بگویم که یکی از بزرگترین مسابقات در سطح کشور به حساب میاد و این مسابقات دو روز دوام کرد و خوشبختانه با موفقیت سپری شد و مسابقات با معذرت خوش، در این مسابقات بیشتر از 200 ورزشکار از سراسر افغانستان اشتراک کرده بودند و دارای ملی در اینجا حضور داشتند و مسابقات بسیار به خوبی پیش رفت و تمام شد. درست. آقای سروری، شما هم فکر کنم در این سفر بودین، چطور بود از نظر شما به عنوان یک مسئولی که در فدراسیون ملی تکواندو فعالیت دارین؟ از اولین باید سلام خدا برای شما و برای بینندگان عزیز تقدیم کنم. برای تکنیکی شما، ولایت غزنی یک ولایت باستانی است و چون یک نماینده پر افتخار دارن، چون از اینی عزیرم خود از وا برداشتن با دوش خود هم دور اول یا که گرفتن و این وسایل الکترونیک یا داشتن یا از طرف پول شخصی خود چیز کردن، ادا کردن و این بخاطر از اینکه مسابقات غزنی بر رشد ورزشکارا خیلی مهم است بر کل ولایت، بخاطر از اینکه ما در این نزدیکات به تاریخ 7 میزان ما مسابقات ملی را دایر میکنیم و خوشبختانه که در این مسابقات چون سطحش بسیار بالا بود و بخاطر از اینکه خود جناب انجینر صاحب مطمئن رئیس کمیته ملی المپیک هم اشتراک کردن و در افتتاحیشان شریک بودن، ولی غزنی ها همچنان دیگر بزرگانی که در ولایت غزنی بودن هم حضور داشتن و این سطح همی بازیکنای تکواندو که هستن این را بالا میبرن بخاطر از اینکه مسابقات بسیار مهم است. ما در بسیاری ولایت ها از این جام ها داریم که مثلا جام غزنی است، جام گل سرخ است، مزار است، مثلا جام پنشیر است، در دیگه ولایت ها به میشکل جام ها داریم بخاطر از اینکه رشد ورزشکارا باشن و خوشبختانه که مسابقه بسیار خوب برگزار شد و به سطح بسیار عالی بود. آقای سروری، سطح مسابقات آرگونه که آقای روحانی اشاره کردن سطح بالایی بوده و
طبق تصاویری که ما داشتیم جالب بود، توجه بود. اما یک چیز است که ردبندی مسابقات غزنی را، مسابقات آزاد شگر ردبندی بکنیم، در کدام رده قرار میگیره؟ ما که فعلا میبینیم همین مسابقات ردبندی غزنی که است، حال فعلا به سطح ما همین سطح افغانستان در جمله ولایت که است در رده اول قرار داره، به خاطر از اینکه بسیار خوب برگزار شدن و یا زیاد زحمت کشیدن و این هم جای افتخار است برای ما و برای مردم شریف غزنی. درست. آقای روحانی، یک چیز قابل توجه است که چه مدت آمادگی گرفتین تا همین رویداد را برگزار بکنین، و جالب توجه است که شما در دو سالی که رقابت‌ها را برگزار کردین سطح فنی مسابقات را چگونه بالا بردین تا ورزشکاران حس بکنن که در یک رقابت بسیار تنگ و تنگ و نفسگیر حضور دارن که میتونن در سطح ملی با هم رقابت کنن؟ تقریبا ما یک ماه پیش به خاطر برگزاری مسابقات آمادگی داشتیم و آمادگی های خود شروع کرده بودیم که همکاران ما در عرصه های مختلف وظیفه داشتن و وظیفه را به گونه درست پیش بردن و کسانی که با فکر کنم که تصویر آقای روحانی مشکل پیدا کرد، اگر دوباره وصل شدیم که حتما همکاران مورد فکرن. یادآورم که آقای سروری، شما در این مورد بگین که غزنی چگونه توانست در دو فصل آنگونه که شما اشاره کردین حالا در سطح درجه اول قرار بگیره از نگاه ردبندی برگزاری رقابت ها که ما در ولایت خودم داریم، مثل جام هایی که شما یادآوری شدین، بعد از این رقابت هم ملی هست، رقابت های ملی، چگونه یافتین این راه یابی را؟ خاطر از اینکه در این مسابقات یک خواست جیب خود شخصی نماینده ما کس بر از پول شخصی خود برگزار شده بود، یا شاوی باتیشان و کل چیزی که ورزشکارای کزی جا رفتن تنها پول کرای رای خود از جیب خود مصرف کرد و دیگه هیچ چیزی مصرف نکرده. و دوم دیگه که پار سال هم بسیار خوب برگزار شد، فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تصمیم گرفتن که این بار این مسابقات رینکینگ بسازن و برشان رینکینگ داد دیگه. ای بخاطر ازی که برای غزنی بسیار مهم است که رینکینگ گرفتن، دیگه ولایت های ما که برگزار میشه رینکینگ دارن، ولی غزنی در مسابقات که دوری اول گرفته بودن رینکینگ نداشت، فعلا یا رینکینگ گرفتن. دیگه به خاطر ازی که بسیار خوب برگزار شده و از این مسابقات از ولایت های دور دست که مثلا مزار یک ولایت بسیار دور دست است، تخار یا هم اشتراک کرده بودن، به خاطر ازی فدراسیون ایر درده اول خود گرفتم. درست. رنکینگ که شما دادین خود رده بندی مسابقات هست یا برای افراد هم شما از این مسابقات امتیاز دهی دارین؟ مثل که شما در سطح جی تو جی ون چیز؟ بله، ما به خاطر ازی که برای بازیکن ها یا میتوانن کسی که ایجا مقام گرفتن یا میتوانن که شامل شامل مسابقات تیم ملی شون. درست. آقای روحانی صحبتتان که هرچی نیمه تباه مونده، اما لطف کنید بگین که فکر میکنین رنکینگ دادن و خود رویداد غزنی و تکواندوی غزنی چقدر شما اهمیت داره و چقدر کمک میکنه برای بهتر شدن مسابقات؟ آقای روحانی فکر کنم که دوچار مشکل شد تماس شد و خب شما در این مورد چه فکر میکنید که ولایات ما حالا ردبندی ما چند رنکینگ داریم؟ در ولایات ما اگر حساب کنیم چند مسابقاتی است که شامل رنکینگ میشه؟ هر چقدر این خوب است که هر چقدر هر سال کار مسابقات، چون بیشتر ما در جام مزار کستک ما زیاد مسابقات برگزار کردیم که چندین دوری، این دوری دوی غزنی بود، چون یا همی برگزاری را بسیار عالی به سطح عالی گرفته بودند و بسیار به سطح عالی برگزار شد و این بر ما بسیار مهم است. ولایت غزنی که است یک جای است که چند ولایت با هم مرز هستند که در بین قرار دارند، دیگه یک انتخاب خوب هم است و به خاطر از اینکه نماینده پر افتخار هم داریم از اون از غزنی که شما میفهمید که دی شرایط که ما قرار داریم فعلا، دی شرایط بد مالی که ما قرار داریم و خود از جیب
شخصی خود ازینه پرداختن تقریبا 1 میلیون افغانی شاید مصرف کرده باشن در مسابقه، به خاطر از اینکه شما بیشتر 200 ورزشکار سه وقت نانش حساب کنین چقدر پول میشه و امو پولی که یا آدمو برگزاری یا افتتاحیه مصرف کردن اما قدر ازینه یا پرداختن. درست، همکارا میگن که آقای روحانی دوباره وصل شدن. آقای روحانی در مورد اهمیت رنکینگ بخشی به مسابقات تکواندوی غزنی بر ما بگین که چقدر شما مهم است بر فدراسیون تکواندوی غزنی. دقیقا که هر مسابقاتی که رنکینگ داشته باشه یعنی از سطح بالای برخوردار است، بازیکنان همچنان زحمت بیشتر میکشن تا بتوانن از طریق مسابقات ولایتی، مسابقاتی که در داخل یک از ولایت برگزار میشه، از اون طریق عضویت تیم ملی بگیرن و به می خاطر خیلی از ورزشکارا از نقاط مختلف به افغانستان که شرکت ورزیده بودن خیلی زحمت کشیده بودن. واقعا زمانی که مسابقه را شما برگزار میکردن خیلی عالی پیش میرفت و بازیکنان در سطح بالای بازی میکردن و این مسابقات مطابق قوانین تکواندو جهانی برگزار شد که خوشبختانه کسایی که آمده بودن بیننده بودن تا 12 الی 1 بعد شب در این مسابقات حضور داشتن و مسابقات برشون بسیار جالب بود و به گونه درست و خوب پیش رفت. درست، از آقای سروری و روحانی میخوایم که منتظر باشن، بعد از وقفه همچنان با شما خواهد بودیم. وقفه میگیریم به دیدای عزیز، بعد از وقفه همچنان در مورد مسابقات آزاد تکواندوی غزنی صحبت میکنیم. دوباره خوش آمدین ادامه برنامه، همچنان آقای سروری و روحانی با ما هستن در برنامه. آقای روحانی در مورد هزینه برگزاری رویداد آقای سروری اشاره کردن که هزینه برگزاری رویداد رو شما به عهده گرفته بودین، خود فدراسیون چگونه است در ولایت غزنی علاقه‌مندی هست برای که رویدادهای ورزشی رو حمایت مالی کنن کسانی که تجار هستن و توانایی مالی دارن و شما چگونه پیدا کردین این هزینه بزرگی رو برای مسابقات غزنی؟ سال پار که ما تصمیم گرفتیم مسابقات را آغاز بکنیم، در سال گذشته سید اصغر سادات تمام هزینه هایی که قرار بود در این مسابقات به مصرف برسه خودش به عهده گرفت و از هیچ کسی هم ما طلب کمک نکردیم، چون ما در گذشته تجربه ای داشتیم که از تجاران ولایت غزنی اکثریتشان علاقمندی به این موضوع نشان نمیدن و به می خاطر خود سید اصغر سادات تصمیم گرفت که به هزینه شخصی شان مسابقات را برگزار بکنن و امسال همچنان به اون شکل گذشته سید اصغر سادات باز هم به تنهایی هزینه مسابقات را پرداخت کرد و طبق گفته های جناب استاد سروری گرامی به می اندازه تخمین زده شده بود که تقریبا نزدیک به 1 میلیون افغانی هزینه میشه و سید اصغر سادات و هزینه را پرداخت کرد. درست، خب حالا آید آقای سادات از این موضوع چی است؟ درست است جدا از موضوع ریاست چون که در فدراسیون دارن، حالا آیدشان چی شد از این مسابقات؟ ببینن آید که در این مسابقات است اصلا آید نداره چون تمامش هزینه است و ما از این مسابقات اصلا آید نکردیم. خب به خاطر اینکه زحمت میکشن، دلسوز هستن به مردم غزنی و افغانستان و بیشتر علاقمند ورزش هستن، خودشم از جمله تکواندو کارای خیلی موفق دوران خود بوده و به می علاقه و عشقی که به تکواندو دارن از هزینه شخصی خود میگذرن تا بتونن گروهی از جوانان رو با هم یک جای بکنن و یک پیام صلح برای تمام مردم افغانستان داشته باشن و این نشان دهنده برادریشون، نشان دهنده ای است که اینها علاقمند بیش جناب سید اصغر و تمام تیم علاقمندی هستن که جوانان رشد بکنن، چون زمانی که ما نسل قوی داشته باشیم که هم جوان باشه و ما بالای سرمایه گذاری کنیم افتخار است و بازده خیلی خوب در آینده ها برای مومی داشته باشه. درست، آقای سروری یک چیزی که شما صحبت کردین گفتین که و آنگونه که من از صحبت ها شنیدم 8 چهره‌ای که در 8 از قهرمان شدن راه پیدا میکنن به تیم ملی، حالا مستقیم به تیم ملی میرن یا در رقابت های ملی اشتراک خواهند کرد در کابل؟ نه، یا دمو رقابت هایی که یا میتونن که به مشکل رنکینگ خود اشتراک کنن، مستقیما به تیم ملی را پیدا کردن نمیتونن، چون در اون مسابقات که ما بر تیم ملی در نظر گرفتیم یا بعضی کسایی هست که مثلا در انتخابی کابل که ما گرفته بودیم انتخاب نشده یا در ولایت خود انتخاب نشده دیجا در رنکینگ آمدن و میتونن که شامل همین مسابقات ملی شون.
پس حالا از ولایت غزنی هم کسانی که هشت قهرمان شد در رقابت‌های ملی اشتراک خواهد کردن. بله درست. ما چند مسابقه دیگر در کنار غزنی داریم که این گونه رنکینگ بندی شده؟ دو ولایت دیگه ما هم چی شده که هم شامل مزار است بلخ و هم مسابقات ولایت پنجشیر که دی دو سال برگزار نشده به خاطر که نظر به شرایطش دیگه. مزار شریف هم در رنکینگ ما شامل است و از غزنی دفعه اول است که دی رنکینگ یا شامل شده. درست. یک چیز جالب توجه است آقای سروری که شما رنکینگ دادین به رویدادها برای کسانی که قهرمان میشن اول و دوم و سوم رده بندی میشن، برای اینا چه امتیاز قائل هستین در رویدادها؟ رویدادی از خب باز ما مسابقات اوپن داریم بیرون از کشور. در مسابقاتی که اوپن باشه باز ما اول امتیازش تیم ملی ماست، کسایی که در تیم ملی هستن. بعد از هر چقدر تعداد که ما میخواییم که در مسابقات ببریم باز از اینمی رنکینگ ها استفاده میکنیم و یارم ما میخواییم که حالا مثلا از غزنی رنکینگ اول داره شما قهرمانشان رو میبرین؟ میبریم شامل مثلا حال ما تقریبا یک کنیم ماد باد مسابقات جی توی پاکستان است، اوپن جی تو. جی تو شده پارسال که ما اشتراک کرده بودیم جی وان بود، امسال جی تو شده. معظمی کسایی که رنکینگ دارن ایره ما در نظر میگیریم، از نگاه فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان وارا داخل همی چیز شده میتونم. درست. خود شما در رویداد که رفته بودین چگونه بودین رویداد در غزنی و سطح خود تکواندو غزنی رو چگونه یافتین؟ ما پارسال هم در این مسابقات بودم و امسال هم. از پار سال که امسال هم تعداد شرکت کننده ها زیاد بود، هم تعداد بازیکن ها زیاد بود و هم سطح که پارسال ما برگزار کرده بودیم از او که ای بهتر برگزار شد. یکی شما خودتان آگاهی دارین که در سیستم خود قوانین مبارزه در تکواندو تغییرات آمده و ما ایرا به مو چیز قانون جدید که فدراسیون جهانی چیز کردن ما برگزار کردیم. این جای خوشبختی است که بعضی بازیکنهای ما با این چیز نداشتن، عادت نداشتن، بلد نبودن در این سیستم نو و از این بازیکنهای ما که در غزنی اشتراک کردن از این مستفید شدن و حالی که میاین در مسابقات ملی که در هفت میزان برگزار میشن یا یک خوبیش نمی بود که به سیستم نو حالی یا اینجا رقابت درست. میکنن. پس قوانین جدید برای اولین بار در غزنی استفاده شده در افغانستان. آقای روحانی برنامه تان بر سال بعد چیست برای دور سوم رقابت های آزاد غزنی؟ خب ما این مسابقات را انشاءالله ادامه میتیم و این مسابقاتی که به نام آزاد غزنی است برای سالهای بعدی انشاءالله این مسابقات برگزار میشه. چون سال گذشته که ما اولین بار این مسابقات را آغاز کردیم تیم کاری ما تعهد کردند که این مسابقات را باید ادامه بدیم و به این نمی منظور سال پار یک آزمون بود بر ما که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان متوجه ما بودند که ما چگونه برگزار میکنیم و آیا ما توانایی را داریم که همچون مسابقات در ولایت غزنی برگزار کنیم. خوشبختانه که آزمون به موفقیت سپری شد و به این نمی منظور است که مسابقات آزاد غزنی داخل رنکینگ شده و انشاءالله ما این مسابقات را در سالهای بعدی همچنان برگزار میکنیم. درست. امسال از غزنی چند ورزشکار داشتین در این رویداد در کدام اوزان؟ ما در از وزن اول الی هشتم در این رویداد در قالب سه تیم، تیم الف غزنی، ب و جیم غزنی اشتراک کرده بود. که مجموعا چند ورزشکار میشه؟ 24 ورزشکار در این در مسابقات ما زورت غزنی داشتیم. درست. چی دستاورد غزنی در این رویداد که میزبان مسابقات بود؟ چرا که میزبان اکثرا از فرصت میزبانی خود به خوبی استفاده میکنه تا هم مدال بگیرم، جایگاه ورزشکارانش هم بره بالا. شما در غزنی چی ویژگی داشت مسابقات برای خود غزنی؟ ورزشکارای ما که اینجا اشتراک کرده بودن در کل همیشون آمادگی خاص داشتن و ما آماده بودیم تا نایب قهرمان یا مثلا مقام سوم در سطح افغانستان بگیریم و نسبت به سال گذشته خوشبختانه ورزشکارای ما خیلی خوب درخشیدن. ما به سیم فاینال راه پیدا کردیم، به فاینال راه پیدا کردیم. ورزشکارای ما نسبت به سال گذشته با شوق و شور و هیجان آمادگی میگرفتن و خوشبختانه ما تانستیم که نسبت به سال گذشته خوب ظاهر شیم و
دقیقا ما عریفان خود را ولایت کابل را میدانیم، از لحاظ ورزشی بلخ، هرات ولایت که قوی از در افغانستان میتونه با ما رقابت کنه و ما در دقیقا با اونا در رقابت هستیم. درست. پس امسال برایتان نسبت به سال پار خوبتر بوده؟ دقیقا نسبت به سال پار خوب درخشیده و دستاورد بهتر داشتیم. درست است. آقای سروری، شما برنامه‌تون برای غزنی چیست پس از این؟ انشالله ما خب برای غزنی پارسال ما یک سیمینار هم داشتیم برای غزنی و هم یک آزمون امتحان هم از پیش از او اخذ کرده بودیم که خوشبختانه سندای از او آمدن و سندایشان هم دمی افتتاحی که همین مسابقات بود ما برشان توزیع کردیم، ارتقایی که درجه که از طرف کوکیون برای ورزشکارا تعیین شده است او را ما برای از او توزیع کردیم. یک و دوم دیگه ما بعد از این انشاءالله بعد از مسابقات ملی ما یک برنامه برای غزنی داریم که او در بخش دومی که بخش دوم 500 تک در تیکوندو و او بخش ما بر از ویا یک سیمینار میگیریم. بعد از سیمینار ما میخواییم که داور برای 500 از ولایت غزنی کسایی که علاقه مندی هستن او را ما به 500 داور بسازیم و بعدا انشاءالله که ما میخواییم که امی یک مسابقه 500 هم اموجه دایر کنیم شامل مسابقات به سال آیندهش انشاءالله. ما این را وعده کردیم، نمایندشان هم گپ زدیم که در سال آینده مسابقات وقتی که در بخش کیروگی ما میگیریم انشاءالله در پهلویشان ما همین مسابقات پومسر هم را اندازی میسازیم در ولایت غزنی که از دیگه ولایت هم انشاءالله از مرکز هم در او خواد اشتراک خواد کردن. درست. آقای روحانی، به عنوان آخری پرسش میخوایم بپرسم که آمادگی هایتان برای سال بعد چی هست؟ از حالا گرفتین یا که منتظر هستین؟ خب ما جدیدن از مسابقات اوپن رهایی پیدا کردیم، یعنی تمام شد. انشالله تصمیم خود را داریم و تایی که دوباره در مورد مسابقات آینده آمادگی بگیریم ای به یک مقدار وقت نیاز داره و انشالله ما تصمیم مایی است که مسابقات برگزار میکنیم، ولی که به چی شیوه و به چی سطح بالاتر انشالله برنامه ریزی میکنیم مطابق پلان و برنامه ای که تهیه میشه پس پیش میریم انشالله. آقای سروری، به عنوان آخر پرسش از شما هم بپرسیم که هفت میزان چه آمادگی گرفته شده برای مسابقات؟ انشالله ما کل آمادگی خدا برای مسابقات ملی گرفتیم و کل ولایت های ما آگاه هستن از این مسابقات. ما انشالله ما این مسابقات دایر میکنیم، چون بعد از این باز ما آمادگی برای مسابقات اوپن پاکستان آمادگی میگیریم، بعدا سه ماه به مسابقات جهانی مانده انشالله که به مسابقات جهانی بعدش آمادگی خواهد گرفت. بسیار تشکر استاد بادامگل سروری، عامر مالی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان و همچنان سید مجتبی روحانی مسئول کمیته برگزاری مسابقات اوپن غزنی که از طریق قطر اسکایپ با ما وصل بودن. بسیار تشکر می‌کنم. تشکر از شما. ایرانی از شما تشکر. بسیار تشکر از همراهی شما هم بینندگان عزیز که این برنامه را میتونید ساعت 5 امروز از آریانا بیننده باشین. همچنان اگر از دست دادین از صفحه یوتیوب آریانا اسپورت میتونید پیدا بکنین. وقتتون بخیر.